به نام خداوند یکتا و توانا بیننده های گرامی سلام بر شما. توجه کنید به مجموعه خبری این ساعت از شمشاد. امروز جمعه دوم قوس 14/3 خورشیدی است که برابر می شود با 22 نوامبر سال 2024 میلادی. در آغاز سرخط خبرها. ادعای استفاده شدن خاک افغانستان توسط گروه‌های مسلح. پاکستان میگوید نگرانی خود در این باره را با آمریکا شریک نموده است. واکنش‌ها به حمله مسلحانه در پاکستان. منظور احمد پختین جنرالان پاکستانی را به کشتار پشتون‌ها متهم می‌کند. و زخمی شدن 30 تن در تظاهرات در کشمیر تحت کنترل پاکستان. مشروع خبرها با من میرویس هوتک. افراد مسلح ناشناس در ولایت بغلان 10 تن از افراد ملکی را به قتل رساندند. این رویداد شب گذشته در زیارت شهر کنه ولسوالی نهرین این ولایت روی داده است. یک منبع که نخواست نامش گرفته شود به شمشاد گفت مهاجمان این رویداد موفق به فرار شدند و هنوز هیچ گروه مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. با گفته منبع این رویداد در زیارتگاه سید پاچا در ولسوالی نهرین زمان رخ داد که پیروان تصوف مشغول عبادت بودند. شهادت بیرحمانه 10 تن نمازگزاران از سوی افراد مسلح ناشناس در نهرین بغلان. شب گذشته افراد ناشناس بر مسجد در شهر کنی ولسوالی نهرین ولایت بغلان حمله کردند. در این حمله مرموز 10 نفر از اهالی ولسوالی نهرین که در حال ذکر در مسجد بودند به شهادت رسیدند. نگفته نماند که افراد مذکور در طول روز برای تامین معیشت خود مشغول به کار بودند و شبانگام برای عبادت به مسجد و خانقاه می آمدند و مورد حمله قرار گرفتند. قاری عبدالغیر خادم امیر امنیت قماندانی امنی بغلان میگوید که نیروهای پلیس به سرعت به محل حادثه رسیدند و در پی این حمله چند نفر از مظنونین این قضیه دستگیر شدند و همچنین حفظ شد که تحقیقات در این زمینه ادامه دارد. این بار مردم افغانستان به این موضوع باورمند باشد که امارت اسلامی به زودترین فرصت عاملین حمله تروریستی و جنایت بشری شامگاهی پنجشنبه بغلان اونا را دستگیر بکنه و به قتل برسانه و مجازات بکنه. اسلام آباد میگوید که کابل در خاک خود به گروه های مسلح پناه داده و این نگرانی را با آمریکا شریک کرده است. سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان میگوید پاکستان و آمریکا تلاش دارند تا از امارت اسلامی درباره استفاده نشدن خاک افغانستان توسط گروه های مسلح علیه سایر کشورها اطمینان حاصل نمایند. وزارت خارجه آمریکا نیز گفته است که پاکستان دوست آمریکا است و آمریکا در هر شرایط در کنار این کشور خواهد بود. اما امارت اسلامی این ادعای وزارت خارجه پاکستان را بی اساس خوانده است. در ادامه نامنی ها در پاکستان، وزارت خارجه این کشور بار دیگر ادعا کرده که گویا امارت اسلامی در خاک افغانستان با گروه های مسلح پناه داده و می افزاید که دسترسی گروه های مسلح به تجهیزات پیشرفته را با مقام های امریکایی شریک نموده است. زهرا بلوچ سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان میگوید که نگرانیشان را درباره فعالیت گروه های مسلح در منطقه با مقام های امریکایی شریک کردند و در این باره میان دو طرف تماس وجود دارد. ما درباره گروه های مسلح که از افغانستان به پاکستان تهدید ایجاد می کنند و تجهیزات پیشرفته نظامی دریافت می نمایند و هنوز هم به کشتار پاکستانی ها ادامه می دهند با مقام های بلندپایه آمریکایی شریک نموده ایم. او می گوید که اسلام آباد و آمریکا تلاش دارند تا سوی امارت اسلامی اطمینان حاصل نماید که آنان بر تعهد خود برای مبارزه با گروه های مسلح متعهدند و از پناه دادن به گروه های مسلح در خاک افغانستان اجتناب می نمایند. او این اتهامات را در حالی بیان داشته است که در جریان 3 سال گذشته خاک افغانستان به ضد هیچ کشوری استفاده نشده است. زهرا بلوش در سخنان خود این را واضح نکرده که کی با آنان برای مبارزه با گروه های مسلح تعهد نموده است. ما به این باوریم که گروه های مسلح در افغانستان نه تنها برای پاکستان بل به شمول کشورهای همسایه به جهان یک تهدید بزرگ هستند و مهم است تا مقام های امارت اسلامی علیه مخفیگاه های گروه های مسلح در خاک خود اقدام نمایند. در کنار این سخنگوی وزارت امور خارجه درباره سلاح‌ها و تجهیزات باقی مانده آمریکا در افغانستان میگوید که
پاکستان یک کشور دوست امریکا است و امریکا در هر گونه شرایط در کنار پاکستان است. من درباره کدام اقدام در دو ماه اخیر صحبت نمی کنم، اما آنطور که شما در گذشته از من شنیده اید، ما ادامه می دهیم و متحد هستیم تا هر روز خود را مصروف نماییم روی امور مهم که رئیس جمهور تعیین کرده است. پاکستان هنوز هم مهم است و یکی از دوستان مهم امریکا است. ما امید داریم که تا دو ماه آینده دوام بیاورد. از سوی دیگر، رئیس دفتر سیاسی امارت اسلامی در قطر در واکنش به سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان میگوید که افغانستان تهدید علیه دیگران نیست و به گفته او امارت اسلامی به تعهد خود متحد است و اجازه استفاده خاک افغانستان علیه سایر کشور را به کسی نمیدهند. به گفته او شماری از گروه های مسلح در دیگر کشورها موجود است که به گفته او باید علیه آنان اقدام صورت گیرد. کڅنګ چې موږ په مکرر ډول ویلي د نورو په خلاف د افغانستان د خاورې د استعمال اجازه نه ورکو او دې کار ته متوجه یو. البته ځینې مسایل چې موږ پورې تړاو نه لري جرړه او اسباب یې د نورو هیوادونو د کور دننه وي، باید هغو ته متوجه شي. په دې لړ کې بهتره ده پاکستانی چارواکي هم د مسایلو د واقعي حل په خاطر هغه په پام کې ونیسي. په عموم کې موږ په سیمه او گاوند کې سوله او ثبات غواړو او هغه د خپل هیواد او سیمې د سوکالی او ترقی لپاره لازم بولو، خو نور هم په دې برخه کې خپل ونډه کار ترسره کړي او خپل کورنۍ کار وکړي. کارشناسان سیاسی اتهامات پاکستان برای افغانستان مبنی بر حمایت از گروه های مسلح را بی بنیاد می خواند و اظهارات زهرا بلوچ را ادعای می خوانند که پاکستان هیچگاه برای اثبات آن اسناد ارائه نکرده است. آنان از اسلام آباد می خواهند تا از این گونه اتهامات دست بردارند و مشکلات خود را در داخل کشور خود حل نماید. به گفته آنان پاکستان یک پروژه امریکا در منطقه است و به گفته آنان امریکا می خواهند مثل گذشته تجربه ناکام خود را در منطقه یک بار دیگر تطبیق نمایند. هر مشکلی که با کشورهای همسایه و منطقه و جهان پیدا میکنه و از طریق معزله و از طریق قناعت و از طریق اعتماد سازی حل کنه. متحد امریکا به خاطر به دست آوردن منافع خود در منطقه از طریق پاکستان از حکومت آینده پاکستان همچنان پشتیبانی خواهد نمود. رویدادهای ناامنی در این اواخر در پاکستان افزایش یافته و حکومت این کشور نتوانسته است تا امنیت مردم خود را تأمین نماید. این در حالی است که در تازه ترین رویداد امنیتی در منطقه کرمجنسی در تیراندازی بر موتر مسافربری 44 تن کشته شدند و شماری هم زخم برداشتند که وضعیت صحی 11 تن آنان وخیم گفته شده است. موتر عامل مسافران در منطقه کرمجنسی در پاکستان هدف تیراندازی افراد مسلح ناشناس قرار گرفته است. مسافران این کاروان که اهل تشیع بودند از پارچنار به سوی پشاور در حرکت بودند که مورد حمله قرار گرفتند و در نتیجه این حمله 42 تن کشته و 20 تن دیگر زخمی شدند. شما را در واکنش به این رویداد میگن که جنرالان پاکستانی در مقابل دلارهای به دست آمده همواره پشتونها را قربانی نموده است. افراد مسلح ناشناس روز پنجشنبه بر موتر مسافربری در منطقه کوزکرمه تیراندازی کردند. بر اساس گزارش ها در این موتر اهل تشیع سوار بودند که با شمول 6 زن حدود 42 تن کشته شدند و 20 تن دیگر زخمی شدند. رسانه های بین المللی به نقل از عظمت علی مقام های محلی گزارش دادند که این کاروان موترها از پارچینار به سوی پشاور مرکز خیبر پختونخوا در حرکت بود که هدف تیراندازی قرار گرفت. اما رسانه های پاکستانی گزارش دادند که در این کاروان که بیش از 10 مسافر را انتقال می دادند، شماری نیروهای امنیتی نیز برای تامین امنیت آن تعیین شده بودند که با مهاجمان هیچ درگیری انجام ندادند. این رویداد با واکنش های گسترده مواجه شده است. رهبر جنبش تحفظ پشتونها می گوید که جنرالان پاکستانی در مقابل دلارهایی که از جنگ به دست می آورند، پشتونها را می کشتند و برای خود در کشورهای دیگر سهولت ایجاد می کنند.
اولادهای پشتون در خون دست پا می زنند، اما اولادهای جنرالان پاکستان از دلار به دست آمده جنگ ها در شهرهای زیبا و جزایر استرالیا تعلیم خوب و زندگی می کنند. این وضعیت برای پشتون ها قابل تحمل نیست و در مخالفت آن ما بیشتر مبارزه می کنیم. اکنون وقت آن فرا رسیده که پشتون ها برای وطن خود با یک صدا گام های عملی بردارند. پا پشتنی سیمکی دوی دا پشتنو ترمنز دا نفاق پروژه اچوی. ترهگر گروپونه دا پشتنو دا وجلو لپار استخداموی ترچو چی پشتانه وویروی او دا هغه لوی خوزشت چی دا پشتانه دا هغه خوشتنی لپار رامختصوی دی دا هغه مخنیوی وکوی. از سوی دیگر خبرنگاران آزاد در پاکستان میگویند که برای جلوگیری از این گونه رویدادهای مردم اردوی و نهادهای امنیتی پاکستان ناکام ماندند و برای جلوگیری آن باید موضوعگیری واحد و مشخص به وجود بیاید. سومره چه د پاکستان که پولیس دی، که نیمه فوزی ځواک دی، که فوزیان دی، نور امنیتی ادارې دی، هغه بالکل ناکامه دی. او تېر ورځ هم هغې ناکامه شوې دي چې قافله روانه وه، ګڼ شمېر ګاډي پکې وو او په هغې باندې حمله وشوه، حمله کوونکي بیا وتښتېدل. نو بالکل دې کې شک نشته چې دغه یوه ناکامي ده. لیکن دلته بیا دا سوچ هم دی چې یوازې د طاقت استعمال مسلې نه حل کوي، باید چې مذاکرات وشي، خبرې وشي وسلوالو ډلو سره او د هل طرف ته یو پرمختګ وشي، ګامونه واخیستل شي. شمار دیگری از کارشناسان میگویند نهادهای امنیتی پاکستان در مناطق پشتونها گروه های مسلح را برای کشتن پشتونها استخدام کرده است و از همین را میخواهد یک پارچگی میان مردم را از بین ببرد. دا غلوب چی دی پختنو په سیمو کې، بلوچانو په سیمو کې روان دي، دا عمدن و قصدن د پنجاب لخوانه تر سره کیږي. د پاکستان دی پاوچ او دی ISI لخوانه تر سره کیږي. ولی دی دوی هدف دا ده چې څنګه وکول شي په دی پښتنو په منځ کې دغه ناروا لوبي تر سره کی، تر څو نه کول شي پښتانه خپل غږ پورته کی. ولی دی پاکستان په نورو ایالاتو کې دا لوبي نه تر سره کیږي؟ دا ټول استخباراتي جګړې دي د دغو له منځه وړلو لپاره. پخپله د دغه سیمې اوسیدونکي باید په خپلو منځو کې دغو جګړو ته د پایلې ټکی کیدی. مسئولیت این حمله را کسی بر عهده نگرفته است، اما شهباز شریف نخست وزیر پاکستان و آصف علی زرداری رئیس جمهور این کشور این رویداد را محکوم کردند و بر مجازات عاملین آن تاکید کردند. قابل ذکر است که روز گذشته شماری از رسانه های پاکستانی گزارش دادند که در جموی کشمیر تحت کنترل پاکستان در نتیجه خشونت میان معترضان و پلیس به شمول 8 پلیس 30 تن زخمی شدند. مسئولین در ولایت فرا از پیشرفت کار بازسازی بند آب بخش‌آباد خبر می‌دهند. مسئولین می‌گویند که به هدف تسریع کارهای این بند در دو شفت کار جریان دارد. از سوی دیگر مسئولین نظارت و کنترل از کیفیت این بند می‌گویند که کار کنکریت ریزی این بند تکمیل شده است. مسئولین محلی ولایت فراز تکمیل شدن 70% کار بازسازی بند آب بخش‌آباد خبر می‌دهند. مسئولین با توجه به اهمیت این بند برای باشندگان ولایت فرا اطمینان می‌دهند که امور کاری را بیشتر سرعت می‌بخشند. استم ان شاء الله دا اطمینان به شمول اطمینان ورکو شمول دا غدری سره مسئولین دې په خاطر رالو چې دې بند کارونه د نږدې وګورو. نو ان شاء الله چې په کوم اداره پورې مربوط وي، نو د کارونو د تیزوالی د کارونو د تکمیل پر برابر ان شاء الله موږ کوشش کوو چې هغه ادارې په جریان کې واچو او باقی مانده 100% کار پاتې دي دغه پر برابر به ان شاء الله موږ پر وسه کوشش وکړو چې څومره جر کیږي چې دغه تکمیل شي. مسئولین حوزه دریایی فرارود ولایت فرا میگویند که در هر 10 روز از کیفیت کار این بند نظارت میکنند. آنان میافزایند که به دلیل کمبود امکانات در داخل کشور شمار از امکانات را از بیرون کشور وارد میکنند. تنولونه باندې چې اوس کم کارونه شروع دي، هغه الحمدلله اوس ښه روان دي، ښه ګړندي دي. خو دا چې وخت یې نه دی ډېر تعین په دا خاطر باندې چې کوم مواد دلته استفاده کیږي او کوم کارونه دلته کیږي، هغه ډېر لاسګیره کارونه دي او مواد چې استفاده کیږي هغه دلته په افغانستان کې لرونه د خارج ملکونو څخه انتقالیږي. نو دا وخت انتقالات د موادو یو څه ځنډمنې او وخت نیسي په مرزو باندې یا هلته خریداري باندې. نو دغه وجه پورې سړی ډېر پوره ویلی نه شي چې په دغه وخت کې به کارونه خلاص شي. از سوی دیگر مسئولین نظارت و کنترل از کیفیت این بند میگویند که بدون سیخ گل پی سی سی یا کنکریت ریزی و بنیاد امور تونل ها را 100% تکمیل کردند.
بدون سیخ کن کانکریت چه دغه 100% تکمیل سوای ده، او همچنان اغه گاردارونه چې دی اغه هم 100% تکمیل دی، وایر میش تقریبا 90% مختل لري، د همداسې شارکیټ هم تقریبا 100% مختل لري، او سیخدار کانکریټ هم تاسو ولید تقریبا 100% دی بیټ البته دی تهدابه دا تکمیل ده، او 100% دی دیوالو سیخ جریان داری. با تکمیل شدن بند آب بخش‌آباد، این بند ظرفیت تولید 27 میگاوات برق و آبیاری 100 هزار هکتار زمین زراعتی را خواهد داشت. جمعیت هلال احمر افغانی و سازمان بین المللی صلیب سرخ در ولایت بلخ به صدها خانواده نیازمند کمک نقدی نمودند. مسئولین هدف از این کار را دستگیری از افراد نیازمند خواندند. خانواده های نیازمند که با هر خانواده آنان 30 هزار افغانی کمک نقدی صورت گرفته، با ابراز خوشی از این کمک ها خواهان کمک های بیشتر شدند. والحمدلله جمعیت هلال احمر افغانی موافق شدند، کسای مستحق را شناسایی کردند و امروز شما مشاهده میکنین که 1300 فامیل در اینجا موجود هستند و بر هر فامیل 30,000 افغانی برایشان داده می شود. چون زمستان پیش روی ما هست و این کمکی است از طرف ICRC به این مردم کمک شده است. دولت اسلامی خود که خواهش داریم که ما اولاد نداریم، بچه نداریم، دو تا دختر داریم. دیگه یک همشیری ماست که ما یکی دیگه از 4 نفر خواهیم و 5 نفر هستیم. دیگه ما امید میدکنیم که دولت اسلامی خود که ما کمک کنه، ما دیگه کار نمیتونیم کنه، غریبی کنه نمیتونیم، بیچاره کنه نمیتونیم. انتا در میدان هستیم. که ما همکاری کمک میکنه، خاطره می آمدیم یک 4 نفر در خانه نفقه نانخور هستیم. دستیار کلان ندارم، کارگر ندارم، خودم بدره نمی کارگر، خود یک خودم هستم، یک اصایم هست. چشمم نابینا است. ادامه خبرها با چند خبر از جهان. در نتیجه خشونت میان معترضان و پلیس در کشمیر تحت کنترل پاکستان شمار زخمی شدند. بر اساس گزارش رسانه‌های پاکستان، روز گذشته در شهر کتلی کشمیر در جریان خشونت میان معترضان و پلیس به شمول 8 پلیس 30 تن زخمی شدند. این تظاهرات در پیوند به فرمان صادر شده سوی پاکستان برای تنظیم نشست‌های عمومی برگزار شده بود. بر اساس گزارش‌ها در این تظاهرات معترضان به شمار از موترها آتش زدند و مکان‌های عامه را زیان وارد کردند. رئیس جمهور روسیه حمایت غرب از اوکراین در جنگ را به معنای آغاز جنگ جهانی خوانده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در واکنش به استفاده راکت‌های دوربرد غرب توسط اوکراین بر خاک روسیه گفته است که دادن سلاح اتمی و حمایت نظامی از اوکراین راه را برای آغاز جنگ جهانی هموار می‌کند. از سوی دیگر مقام‌های امنیتی اوکراین می‌گویند که در حملات تازه روسیه بر اوکراین 2 تن کشته شدند و 12 تن دیگر زخمی شدند. روسیه پس از آن از آغاز جنگ جهانی هشدار داد که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا اجازه استفاده راکت‌های آمریکایی بر خاک روسیه توسط اوکراین را داد. و دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا باندی را به عنوان لوئیس سارنوال حکومت خود تعیین کرد. بر اساس گزارش‌ها دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا باندی را که وکیل مدافع وی در قضایای حقوقی بود به عنوان لوئیس سارنوال حکومت خود تعیین کرده است. دونالد ترامپ که 20 ماه جنوری سال 2025 به عنوان رئیس جمهور آمریکا سوگند یاد می‌کند، در کابینه خود تا کنون بیشتر اعضای کمپاین انتخاباتی خود و تاجران آمریکا را جابجا کرده است. این بود خبرهای این ساعت که تقدیم شما شد. سپاسگزارم از توجه و همراهیتان. بقیه اوقاتتان خوش. الان نگهدار.